شانزدهمین روز دی ماه برابر با شش ژانویه، سال 791 خورشیدی برابر با 1412 میلادی، زادروز ژان دارک یا دوشیزه اورلان، یکی از شخصیت‌های نامدار فرانسه که ادعا می‌کرد الهاماتی غیبی بر او نازل می‌شود که وی را به قیام برای نجات فرانسه از سلطه انگلیس می‌خواند. از این رو پس از تلاش فراوان به فرماندهی عده‌ای از نیروهای فرانسوی رسیده و در جنگ‌های متعدد قوای انگلیس را شکست داده عقب می‌راند. اما در یکی از این جنگ‌ها بر اثر جراحتی زخمی شده و به دست سربازان انگلیس دستگیر و سپس محاکمه می‌شود. ژان دارک با کمال سادگی، شجاعت، جسارت از خود دفاع می‌کند، اما سرانجام در دادگاه قرون وسطایی تفتیش عقاید او را تکفیر نموده و به جرم الحاد و ارتداد و فساد عقیده متهم و به زنده سوختن در آتش محکوم می‌کنند. او در 19 سالگی در مقابل دیدگان مردم زنده در آتش سوزانیده می‌شود. سال 1203 خورشیدی برابر با 1824 میلادی، زادروز الکساندر دومای پسر، نویسنده فرانسوی که در پاریس به دنیا آمد و دوران کودکی سخت و ملال‌آوری را گذراند. خاطرات و تأثیرات کودکی این نویسنده راه و روش دوران بزرگسالی را برای او تعیین کرد. وی در بیشتر آثارش آداب و رسوم جامعه و زمانه خود را به تصویر کشانید. دوما پیوسته در اندیشه اصلاح اخلاق جامعه بود و با نگارش نمایشنامه‌های کمدی به عنوان ابداع کننده کمدی آداب در دوره جدید مطرح شد. سال 1365 خورشیدی برابر با 1986 میلادی، صدور بیانیه دبیرکل سازمان ملل متحد در محکومیت کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق. در طول 8 سال جنگ ایران و عراق، شورای امنیت و سازمان ملل در بیانیه‌های خود جنگ ایران و عراق را تجاوز تلقی نکردند، بلکه از آن تحت عنوان برخورد و منازعه که به درگیری‌های پایین‌تر از تجاوز اطلاق می‌شود نام بردند. با بازپسگیری خرمشهر، شورای امنیت سکوت سنگین 21 ماه و 15 روزه خود را شکست و قطعنامه 514 را که درباره پایان دادن به جنگ بود صادر نمود. در پی تایید هیئت اعزامی سازمان ملل به منطقه درگیری میان ایران و عراق مبنی بر کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق، خاویر پرز دو کویار، دبیر کل وقت سازمان ملل، گزارش هیئت را به شورای امنیت تحویل داد و شورا ضمن صدور بیانیه‌ای بدون ذکر نام کشور عراق، کاربرد سلاح شیمیایی را برای اولین بار در جنگ ایران و عراق به شدت محکوم کرد. در پی گزارش گروهی از کارشناسان اعزامی سازمان ملل متحد به جبهه‌های جنگ ایران و عراق که مؤید کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط عراق علیه ایران بود، دبیرکل و شورای امنیت عراق را به خاطر استفاده از این سلاح‌ها محکوم نمودند.